سرورم، آیا زبانم لال کسالتی عارض شده؟ آیا موضوعی شما را به خشم آورده؟ اما شنیدم که سرورمان هیچگاه خشمگین نمی شوند. اثری هم از خشم در چهره مبارکشان مشاهده نمی کنم. شاید میخواهید که با کنیز خود مزاح بفرمایید. اکنون که به این لطف ملوکانه رسیدم تمنا میکنم برخیزید، برخیزید و در مجلسی که برای ذات همایونی ترتیب داده شده تشریف فرما شوید. کنیز را ببخشید که ابتدا گمان بردم کسالتی بر وجود مبارک عارض شده و دستور احضار حکیم دادم. تمنا می کنم برخیزید، برخیزید و ماه مجلس شوید. حکیم هم که آمد مرخصش می کنم. سرورم، نه، صحبت از شوخی و مزاح نمیتواند باشد. حتما کسالتی عارض شده. بندگی و خدمتگزاری مفتخرم. حکیم، چاره بیاندیش. چه مهمی پیش آمده؟ سرورمان را نگاه کنید. در بندگی فرمان بردارم. حکیم، چرا توجه ندارید؟
مگر نمیبینید که حال سرور من دگرگون شده؟ حقیر ولی نعمت خود را در عین سلامت و عافیت میبیند. به حالت دستانشان توجه کنید. اگر ذات شاهانه اجازه میفرمایند به بانو عرض میکنم که به علت جدید الورود بودن هنوز از پاره عادات خاص ملوکانه آگاهی ندارند. این حرکت از ویژگی ها و عادت خاص حضرت همایونی است. چنین نیست سرورم؟ سرور من پاسخ مثبت بفرمایند و بانوی جدید را که مشتاقانه و بی‌صبرانه در انتظار الطاف مبارک می باشند از نگرانی خارج فرمایند. حکیم، چرا پاسخ نمی فرمایند؟ هرگاه صلاح بدانند پاسخ می فرمایند. شما نگران نباشید. این حالت دست چه زمان طول می کشد؟ بستگی دارد. به چه؟ بانوی محترم، چه ساره فریادآور می شدم که این کنجکاوی باعث کدورت خاطر ذات شهریاری می شود. من از خاکپای همایونی تمنای عفو و بخشش دارم. بانو را به علت عدم آگاهی مؤاخذه نفرمایید. پاسخ مرا بده. پرسیدم این حالت چقدر دوام دارد و بسته به چیست؟ قربان خاکپای مبارک کردم، منو عفو بفرمایید. این بانو از حقیر پرسشی دارند که بدون دستور نمیتوانم پاسخگو باشم. حکیم، سرورمان الان حدود ساعتی است که در این حالتند. چه فرمودید؟ درست شنیدید. به همین علت شما احضار شدید. غیر ممکن است. این حالت بیش از دقیقه طول نمی کشد. هر زمان که درخواستی مؤکد داشته باشم. پس علت چیست؟ چرا ساکت است؟ آیا تا کنون سرور من را این اندازه ساکت و بی صدا دیده ای؟ درست میگویی، ندیدم. چشمانش باز است و هلک میزند. ابتدا به گمان افتادم که مزاح میزند. ذات همایونی با شوخی و مزاح میانه ای ندارم. همین موضوع را جدی تر میکند. بگذارید ببین. قلب از حرکت مانده. سلور ما مرده. نه مرده. مطمئنی حکیم؟ کاملا شک ندارم. اما چشمانش باز است، حتی پلک هم میزند. کاملا از دنیا رفته. تمام علائم مرگ در وجودشان دیده میشود. اما چشمها
این باعث حیرت هست. در تمامی عمر تبابتم برای اولین بار است که میبینم. نگهبان بفرمایید. اطلاع دهید که فوراً بانوی بانوان فرزند ارشد و جانشین همایونی سردار بزرگ و وزیر شرفیاب شوند. اطاعت میشه. این دستور باید سریع انجام شود. اینجا را هم خلوت کنید بلا فاصله. این فرمان همایونی است. فرمان همایونی؟ کدام فرمان؟ ذات همایونی که مردند. بانو تمنا می کنم خوددار باشید. مبادا این راز فاش شود. کدام راز؟ مرگ سرور من. چرا؟ مگر چه می شود؟ حتما باعث خشم بانوی بانوان به ویژه سلطان آینده می شود. سلطان آینده؟ بنابر است از این لحظه فرزند ارشد همایونی سلطان ماست. صلاحیست که دیگران پیش از ایشان از این موضوع آگاهی یابند، مخصوصا بانوی بانوان که مادر گرانقدر ایشانند در این مورد بسیار سخیر هستند. تا کی میتوان این راز را پنهان نگاه داشت؟ تا پیش از اطلاع دیگران فقط باید ذات مبارک ولایت عهدی و بانوی بانوان مستحضر باشند. اگر غیر از این کنی ممکن است که زبانم لال، سرتان رو بر باد بدهید. خان میدانی که در حضور چه کسی هستی؟ البته که میدانم. افتخار حضور در برابر بانوی جدید حرم و ملک زاده از سرزمین باختر دارم. دیگر بانوی حرم نیستم، چرا که صاحب حرم مرده. اما ملک زاده سرزمین باختر که هستم. درست است. پس چه کسی جرأت جسارت به من را دارد؟ فراموش نفرمایید که شما دختر شهریاری مغلوب هستید که چگونه بگویم؟ که پدرم برای دوام سلطنت خودش مرا به این سلطان پیر به عنوان تحفه هدیه کرده. جسارتم عرض می کنم همینطور است. شما هنوز بانوی بانوان و فرزند ایشان را نشناخته اید. حتی آنها را ندیدم. پس به نصیحت این خدمتگزار عمل کنید. عنوان ملکزادگی نمیتواند شما را از گزند حفظ کند. لعنت بر این شوربختی. چه آرزوها که در سر نداشتم و چه رویاهای شیرینی که برای آینده خود نمیدیدم، همه برباد رفت. سرزمینم به تصرف سلطان شما در آمد. برادرم به گروگان گرفته شد. پدرم که نفرین بر او باد تن به ذلت باجدهی به سلطان شما داد و برای بقای خود مرا تحفه کرد. لعنت. ساکت باشید. کسی می آید. تمنا می کنم در تالار مجاور باشید. به سوی شماست. تمنا می کنم. عاجزانه تقاضا می کنم. از این سو. فراموش فرمایید که پای مرگ و زندگی در میان است. درود بر جهاندار بزرگ. درود بر فرماندهای هفت اقلیم، ربع مسکون و تمامی دریاها. برخیزید، نیازی نیست. حکیم، مگر دیوانه شده ای؟ نه، خوب نگاه کنید. یعنی چه؟ این جسارت چه معنا داره؟ سلطان مرده. مرده؟ غیر ممکن است. اگر شک داری خودت امتحان کن. سه
سرور من را چه شده؟ سردار، سردار، چرا شک میکنی؟ غالب توی کرده. با این هیبت و شکل و شماجل؟ نه، باور کردنی نیست. چرا دروغ میگویی؟ حضرت سلطان، حقیر را به خاطر این جسارت نادانسته عفو بفرمایید. شاها، حقیر را نیز. شمایندا چه میشود؟ مگر هنوز به باور نرسیدید؟ حکیم یاوه مگو، چشمان سرور من گواه بر زندگی است. درست است، اما این از نوادر است. شک نداشته باشید که از قلب و مغز و تنفس بهره ای ندارد. ببینید، تا کنون سرور من را اینقدر صبور دیده اید؟ نمیتوانم باور کنم. همه شاهد بودیم که سر شب سرور من در عین عافیت بودند. نه نه، باور کردنی نیست. خود امتحان کنید. هرچه باد آباد. حالا مطمئن شدید؟ بله شدم. من هم. اما دستش را با عادت زنده بودن گرفته. گمان من بر این است که باز هم در طلب خواسته‌ای بوده که در همان حال مرگ به سراغش آمده. همه می‌دانیم که به تمامی خواسته‌هایش رسیده بود. نمی‌دانم، اما دست گواه این مسئله است. با چشمانش را گفتم که این از نوادر است. ممکن است لحظه ای یا ساعتی دیگر از بین برود. من میخواهم. من میگویم. خواست من است. تا به یاد داریم همین بوده. تماشایش کنید، دم مرگ هم میخواسته. حالا چه میخواسته نمیدانم. سردار، به جای این اداها بهتر است به فکر خودمان باشیم. عاقلانه میگویی. چه کار کنیم؟ تا او زنده بود مقام و منزلت ما هر یک در جای خود محفوظ بود. اما حالا جانشینش را خدمتگذاری میکنی. شاید نخواهد. خواهد؟ از ما بهتر چه کسی؟ حکیمی حاذق‌تر از ایشان؟ وزیری داناتر و گزیده‌تر از شما؟ و یا سرداری دلیرتر از من؟ از تو در عجبم که سالیان سال در این درگاه بوده ای و هنوز از کید حسودان و زد و بندهای کاخ نشینان بی اطلاعی. شاید به این دلیل است که دائم سر و کارت با جنگ و میدان کارزار بوده. درست میگوید. چه کار کنیم؟ شک نیست که بامدار سلطان دیگر بر این عریکه و سریر جای خواهد گرفت.
و همه می‌دانیم که فرزند ارشد همایونی است. پس از همکنون باید خود را برای مقابله با رقیبان و مدعیان مقاممان آماده کنیم. به چه صورت؟ متحد شویم. اصل مهم در همین است. هر کدام از ما باید هوای دیگران را داشته باشد. بهترین اندیشه. من که همیشه از دوستداران شما بودم. بیایید تعارف را کنار بگذاریم. بسیار دیده ایم که در زمان حیات او هر کدام از ما برای از چشم انداختن دیگری کارهایی کرده ایم. اما اکنون هر سه در یک مورد اشتراک منافع داریم و این اشتراک منافع حکم می کند که با هم یک جهت باشیم. درست است. دست در دست هم دهیم و در سه جناح از یکدیگر حمایت کنیم. درست میگویید. من حاضرم. من هم. پس از همکنون اتحاد سگانه ما شکل میگیرد. باید در انتظار بانوی بانوبان و حضرت همایونی باشیم. آنها را خبر کردی؟ بلی، اما باید پیکر را بپوشانیم. تشریف آوردند. ذات همایونی. هی بانوی بانوان، درود بر بانوی بانوان، مادر گرامی ذات شهریاری. در درودتان اشتباه نشنیدم؟ خیر بانوی بزرگ. بانوی بانوان و فرزند برومندشان به سلامت باشند. خبر ناگواری داریم. چه شده؟ بانوی بزرگ تو بگو. تو بگو. تو بگو. سر تو بگو. و گفتیم چه شده؟ آنوی بزرگ سر برمان جان سپرده. من از سوی خود و دیگر عالی جنابان با دلی سرشار از اندوه و چشمانی بر عشق نشسته این زایه اسفناک را به حضور بانوی بانوان و فرزند والا تبارشان تسلیت عرض می کنم و افتخار دارم که بیانگر شاد باش و تهنیت های خود و عالی مقامان به حضور بانوی بانوان و فرزند برومندشان به عنوان سلطان قدرتمند جدید باشیم.
مرد. کی؟ ظاهراً ساعتی پیش. چطور؟ چگونه؟ همه چیز گواه از سکته‌ای ناگهانی است. آنطور که از احوالش آگهی میرسید در عین سلامت بود. نمیتوان پیش بینی کرد. به هر صورت اتفاقی است که افتاده. چه کسی یا کسانی جز شما از ماجرا مطلع‌اند؟ فقط ما بانوی بزرگ. بانوی جدید حرم. بانوی جدید حرم؟ آه، همون ملک ساده‌ای که تازه به اندرون آورده شده. بله بانوی من. چطور؟ گویا در زمان اندک پیش از مرگ سلطان احضار گردیده. و مرگ او را به چشم دیده؟ بله بانو، اما مدعی است که پیش از شرف یاب شدن زاد همایونی درگذشتند. و شما؟ من و حضرات خدمتگزار به دستور همان بانو به اینجا احضار شدیم. اکنون کجاست؟ صلاح دانستم تا تشریف فرمایی بانوی بانوبان و حضرت ولیعهد موضوع مسکوت بماند. این بود که او را به تالار مجاور که به جای راه ندارد روانه کردم. فکنون همانجاست. سر بانوی من. کار شایسته ای کردی حکیم. این بود معنای اتحاد. چرا به ما نگفتی؟ فرصت نشد. بالاخره شد. اما فکر نمی کردم به این زودی. گمان می بردم 20 سال دیگر بر این سریر تکیه می کردی. شاه شاهان، فرمان روای عالم و تمام دریاها و خشکیها. خوش به خواب ابدی خفته. تو دیگر نباید به او تکریم کنی. نگاه کن. او مرده. مرده. خوددار باش فرزندم. خوددار باش. شاها، من و دیگر عالی جنابان در سوگ از دست دادن ذات شهریاری گریانی و تهنیتگوی آغاز جهانداری وجود مبارک بر اریکه سلطنتی. سپاس گذاریم. تأخیر جایز نیست. با دمیدن صبح آغاز جلوس شکوهمند فرزندمان را بر اریکه سلطنت اعلام و سپس او را دفن کنید. به جان فرمان برداریم. حکیم؟ خدمتگزارم. به کرازری که پایین آورده بر محلی مناسب قرار دهید. اطاعت بانوی من. چشم ها چی شده حکیم؟ بانوی بزرگ به سلامت باشند.
نه پرکا میخوابند و نه جست به جای خود در میگردد. چرا حکیم؟ علت خاص دارد؟ در مورد پرکا نمیدانم، اما در مورد دست امریست طبیعی که پس از مرگ به وجود میآید. پیکر پدید می شود و تا مدتی به علت سفتی ماهیچه ها که موقتی است، جسد به همان صورت که پیش از مرگ بوده باقی می ماند. و ساعت یا چند ساعت بعد که سفتی عضلانی از بین رفت، جسد نرم می شود. گفتی موقتی است؟ بله سرورم، موقتی است. مانی ندارد، مانی ندارد، هر سه کمک کنید او را به همین صورت پایین بیاوریدش. بانوی بزرگ، دست از دسته سریر جدا نمی شود. محکم مشت شده. جدایش کنید. سه مرد قوی در برابر یک پیکر بیجان ناتوانند. ادب اجازه نمی دهد پیکر ذات همایونی را آزرده کنید. ذات همایونی اینجاست. او فعلا جنازه بیش نیست. به هر صورت ممکن جدایش کنید. بیفایده است. ممکن است به علت جمود نشی باشد. اگر رخصت می‌فرمایید ساعتی دیگر پس از نرم شدن عضلات اقدام شود. گرچه زمان رو از دست میدهیم، ولی چاره ای نیست، بگذار ساعتی بگذارد. دستش چرا این گونه است؟ حتما باز هم در طلب خواسته ای بوده. حالا چه میخواسته؟ ما نمیدانیم. همین باعث حیرت ماست. چرا؟ همین که چه آرزویی داشته و چه میخواسته. شمایان که سالیان سال چاکر درگاه او بوده اید چرا نمیدانید؟ او در تمامی مدت زنده بودنش به دنبال خواسته ای بوده. گرچه به خوشنامی شهرت داشت، ولی آز و نیازش پایانی نداشت. حتما این بار هم در طلب سرزمینی یا گوهری یا ماهروی بوده است. تا بود میخواست و میخواست و میخواست. اما سر شب چنین نبود. چطور؟ آنطور که آرزویی برآورده نشده نمانده بود. سردار و وزیر نیز آگاهند. باور کردنی نیست. چگونه ممکن است یک شب تمام شوند؟ اگر اجازه می‌فرمایید عرض می‌کنم. بگو. بگو. سر شب به اتفاق حکیم و سردار
افتخار حضور داشتیم. سردار بلی سرورم بگو باز هم بگو سردار سرورم به سلامت باشن دیگر قابل عرضی نمانده مطمئن باشیم مطمئن باشید که در تمامی ربع مسکون حتی به اندازه کف دستی زمین نمانده که زیر فرمان همایونی نباشه از شرق تا غرب از شمال تا جنوب تمامی خشکی ها و دریاها اکنون تمامی موجودات هفت اقلیم در خشکی و دریا به بندگی ذات همایونی مفتخرند سردار بلی سرورم سردار بله سردارم گفتی این آخرین سرزمینی را که فتح کردیم چه نام داشت؟ عرض کردم جزیره ایست بسیار دور افتاده در انتهایی ترین نقطه عالم با یک تن این را که گفتی نامش را میخواهم وادی فقر وادی فقر؟ چه نامی؟ این هم شد نام؟ خب عیبی ندارد حال که به زیر سلطه ماست وادی ثروت می شود همین طور خواهد شد بد شد بسیار هم بد شد مشکلی پیش آمده؟ آره ممکن است شاکران هم بدانند؟ در این سالیان دراز هر آنچه که خواستیم و آرزو داشتیم به دست آورده ایم حال به جایی رسیده ایم که برای خواستن موردی نمانده چه کنیم؟ هن؟ بعد از این چه بخواهیم که نداشته باشیم؟ هن؟ سرزمین؟ سر تا سر دنیا را مسخر کرده ایم گنج و گوهر همه ی خزائن گیتی در اختیار ماست زن حرم سرا دیگر گنجایش ندارد سلامتی تن کاملا سالم و سلامتی پس از این پس چه بخواهیم که نداشته باشیم شما یه فکری بکنید به ذهن حقیر چیزی نمیرسد چاکر هم نمیدانم تو چطور؟ حقیر هم نمیداند برای همین است که میگویم بد شد بسیار هم بد شد بد شد مرا تنها بگذارید تا قدری اندیشه کنم شاید موردی پیدا شود که ما نداشته باشیم شمایان هم امشب در همین اندیشه باشید شاید خواسته جدیدی پیدا شود مرخصی سردار بلی سردارم بگو آن پیر جزیره نشین صبح اول وقت خدمت ما شرفیاب شود اطاعت سردارم
دیدنش جالب خواهد بود. اطاعت. وزیر؟ بله قربان. بگویید آن ملک زاده‌ای که سلطان باختر برای ما هدیه کرده بود خدمت ما شرفیاب شود. میخواهیم او را ببینیم؟ اطاعت خورم. چه میخواسته؟ همین باعث حیرت ماست. حتما عذاب ما را طلب میکند. عمری را به حسرت و انتظار چنین روزی بودم. شب از نیمه گذشته. حکیم گفتی که این حالت ساعتی بیش طول نمی کشد. بله بانوی بزرگ. پس باید حالت جمود از بین رفته باشد. پایین بیاوریدش. در صورت از بین رفتن جمود نعشی خود به خود از طریق جدا شده می افتد. این دوام نشستن دلیل بر ادامه حالت انقباض است. پس کی می خواهد جدا شود هان؟ کی می خواهی جدا شوی؟ بلند شو، اینجا جای من است نه تو. اگر جدا نشوی قطعه قطعت می کنم. هنوزم که با نخبت نشسته ای پاهایت را جدا کن. این حرکت زیبنده شاهان نیست. دیگر تأمل ندارم. تا زنده بود آنچنان، و حالا هم که مرده این چنین. اگر من هم اکنون سلطان و سرور شما نیستم، هم پاسخ دهید. چرا خفقان گرفتید؟ پاسخ دهید آره یا نه؟ مثبت است، مثبت است. هم اکنون ما در برابر سلطان و سرور خود افتخار حضور داریم. آقایان هر چه تعظیم کنند. پس دستورات ما را بدون چون و چرا انجام دهید. در اجرای فرامین همایونی ما چاکران به جان و دل کمر بستیم. پس چاره‌ای بیندیشید. تا کی باید انتظار کشید؟ شاید نخواهد حالا حالا از آن بالا بیفتد. اگر لازم شد دستش را قطع کنید. مگر فراموش کردید چه چیز را؟ وجود آن زن را. کدام زن؟ بانوی بزرگ، ذات شهریاری از آن بی اطلاع هم. درست میگویی حکیم، فراموش کرده بودم. زنی در آنجاست. کیست که چنین اجازه ای داشته؟ دختر سلطان باختر که اخیراً به دربار تحفه شده. که به حرم سرایش اضافه شده. همین طور است. اینجا چه کار دارد؟ اخیراً مجال توضیح نیست. همینقدر کافیست بدانید ممکن است صدای مبارک به گوش او برسد. بکشیدش، راحتش کنید. به وقت خود انجام خواهد شد. فعلا باید تکلیف این جسد را روشن کرد. حکیم؟ بله بانوی بزرگ. چه کنیم؟ دانش من از حل این مشکل عاجز است. جز تحمل و صبر چاره‌ای نمی‌بینم. پس باید منتظر باشیم تا خودش با پای خودش پایین بیاید. به تعبیر دیگر
همینطور است. زمانی که جمود نعشی تمام شود، خود به خود از سریر جدا می‌گردد. شمایان نیز به عنوان محارم خاص و مشاوران ما با حفظ مقام قبلی منصوب می شوید. می نشینیم و انتظار می کشیم. تمام شد. به گردنش انداختم، آنقدر فشردم تا تمام شد. بیچاره دختر سلطان باخته، چه سرنوشتی، چه زود غروب کرد، آن هم در دیاری غریب. چه سوداها که در سر نداشت. هوا نزدیک به گرگومیش است، این هم که خیال جدا شدن ندارد. همان طور است که قبلا بود. زمانی طولانی گذشت حکیم، پس چرا؟ البته بابت تا کنون با چنین موردی برخورد نداشته. علم طبابت یا تو؟ هر دو سر برم. نمی شود با دارویی یا زمادی یا روغنی این حالت از بین برود. متاسفانه خیر. هیچ راهی به نظر نمی رسد؟ تا انقباض عضلانی از بین نرود خیر. تا ساعتی دیگر خدمه و کاخ نشینان بیدار می شوند و کار مشکل می شود، به خصوص که امروز هم بار عام است و قرار است بزرگان تمامی ممالک زیر فرمان شرفیاب شوند. چاره ای نمی بینم. راهی ندارد. چرا؟ دارد. چطور؟ باید او را قطعه قطعه کرد. آنها راه چاره. سردار، دستی را که به سریر چسبیده قطع کن. قربانتان گردم. همان که گفتم. تمنا می کنم این کار را نکنید. همان که گفتم. سردار، فوراً دستور را اجرا کن. تعلل نکن. تمرد میکنی؟ در اجرای فرامین خدمت گذارم، اما به عنوان یک سردار جنگی این کار از من ساخته نیست. چرا؟ این شمشیر سالیان بسیار در دست من به عنوان یک جنگجو در نبرد با دلاوران به کار گرفته شده و تمامی آنها را به خاک هلاکت انداخته، اما در برابر اشخاص بیدفاع هیچگاه کارایی نداشته، آن هم بر جنازه‌ای که متعلق به ولی نعمت هم میباشد. همکنون تو را از فرماندهی خلع کردیم. سردار شجاع ما را ببینید، کسی که آوازه شجاعت و برق شمشیرش دنیایی را به لرزه آورده، اکنون در برابر جنازه ای عاجز است. وزیر، تو فرمان را اجرا کن. قربانتان گردم، در تمامی عمر شمشیری به دست نگرفتم.
در شمشیر زدن مهارتی ندارم. تو هم تمرد میکنی؟ حکیم حتما تو هم عذری داری. قربانت کردم، با ابزار چک سر و کاری نداشتم. حرفه من طبابت هست. از خود این کار را می کنم. سزای نافرمانی شما باشد برای بعد. این کار را نکن، پدر توست.